ما یه اپوزیسیون داریم 7000 ساله هست، 10000 سال این اپوزیسیون هست، از دوران تالس هست، سقراط هست تا الان هست، در همه ادیان هم بوده، جنگ هایی که گالیله کرد در کلیساها در دوره رنسانس، این ضرباتی که اون آدم خورد، این اپوزیسیون، اپوزیسیونی که هی داره کشته میده ما بهش توجه نمی کنیم، اپوزیسیونیه که هیچ اپوزیسیونی از این حرف نمیزنه، من نمیدونم چرا. یعنی به دلیل نداشتن سواد، یعنی در اصل به نداشتن شعور کامل نسبت به تفکرات این اپوزیسیون ها، این گروه از اپوزیسیون، ما یه چیزای دیگه ای رو میفهمیم، تفسیر میکنیم، تفسیر به رأی میکنیم. خودشکن آینه شکستن خطاست یک مصرع از یک بیته که میشه راجبش 2000 سال حرف زد. 2000 سال هم هستن حرف میزنن به روش های متفاوت. این اپوزیسیون اپوزیسیونی است که بهش میگن مثلا عرفان. حالا در یه جاهایی ممکنه کلمات جمله دیگه ای راجبش گفته بشه، ولی این اپوزیسیون اپوزیسیونی که همیشه مقابل متعصبین دیندارها جنگیده و در مقابل متعصبین بی دین ها هم جنگیده، این اپوزیسیونی که ما یادمون رفته و اصلا نمیدونیم اصلا این اپوزیسیون کشته ها داده، مثل عطار کشته شده بر اثر فهم دانش مردم جهان، برای همین بالا نرفته، سواد ما بالا رفته، دانش تغییر نکرده. الان شما کتاب مولوی رو واکن به بچه های قدیم 1000 سال پیش تا الان فرق نکرده، نمیفهمیم. خیلی راحت